سال 1996 میلادی، اندکی پس از فروپاشی اتحادیه شوروی. زنی سالخورده در حاشیه شهر کیشتیم روسیه موجودی رو پیدا کرد که به نظر می رسید نوزادی باشه که بر سر راه رها شده. اون رو در پارچه‌ای می پیچه و با خودش به خونه می بره، با این نیت که به فرزندی می پذیردش و بناست در سالهای پایانی عمر فرزند تازه‌ای داشته باشه. غافل از این که اونچه در آغوش به خونه میبره بناست به پدیده خبرساز در دنیا تبدیل بشه. اگه اولین باره ویدئوی از شبکه ما میبینید، روی دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله کنارش کلیک کنید تا ویدئوهای بعدی رو زودتر ببینید. در بخشی از این کتاب که در هفته‌های اخیر در حال مرورش بودیم، این عکس چاپ شده با این توضیح که عکسی از نژادی به اسم چولکا است، ولی اضافه شده که خود این موجودات همیشه در زمین حضور داشتند و برای همین در دسته بیگانگان در زمین حساب نمیشن. اگه ویدیوهای قبلی رو دیدین، میدونید که توضیحات کتاب درباره موجودات بیگانه در زمین بر اساس اطلاعاتیه که تعدادی از این نژادها در ارتباطاتشون با انسانها مطرح کردن. اما در بحث درباره چولکاها اینطور اومده که حتی نژادهای بیگانه‌ای هم که همیشه زمین رو زیر نظر داشتند، نمیدونن که این نژاد از کجا اومده. اما این رو میدونیم که اونها در تمام قاره‌های زمین حضور دارن و تمدنشون در زیر زمینه، با هویت فرهنگی مشخص و جامعه‌ای متشکل از چندین طبقه اجتماعی. این موجودات که بیشتر در شب رفت و آمد میکنن میتونن تا 250 سال عمر کنند و البته به نوشته کتاب تا به حال زنده پیدا نشدن. ولی وقتی سابقه عکسی رو که در کتاب منتشر شده دنبال کردیم، به روایتی غریب رسیدیم از زنی محسن در روسیه که برای چند روز یکی از این موجودات رو به گفته خودش زنده در خونش داشت. زنی به اسم تامارا واسیلیونا پروسفرینا که این عکس رو ازش داریم. روایت‌های مختلفی از این ماجرا در دسته که در جزئیات متفاوتن و در ادامه تنها به بخشی از اونها می‌پردازیم. تامارا اسم نوزادی رو که پیدا کرده بود میذاره آلیوشنکو و برای چند روز در خونه ازش مراقبت می‌کنه. طبیعتاً از ذوق داشتن فرزندی تازه با همسایه‌هاش درباره‌اش صحبت می‌کنه و البته درباره اینکه ممکنه نوزادش مریض باشه هم ابراز نگرانی می‌کنه. اما از اونجایی که ظاهراً همسایه‌ها به شنیدن صحبت‌های غریب ازش عادت داشتند، کسی اون رو جدی نمی‌گیره. تا یک شب تامارا آشفته به در خونه‌های همسایه‌ها میره و با داد و بیداد ازش میخواد کمکش کنن، چون بچه‌ش داره میمیره. تنها کاری که همسایه‌ها میکنن تماس با پلیس و ماموران تامارا رو در بیرون خونش بازداشت میکنن و کمی بعد به یه آسایشگاه میفرستنش، در حالی که کسی به خونش سر نمیزنه. سرنوشت تامارا این میشه که تا سال 1999 در یک آسایشگاه روانی بود تا یک روز صبح از اونجا فرار میکنه، ولی در یک تصادف جاده‌ای کشته میشه. به دلیل شرایط روانی تامارا، روایتش از اینکه نوزاد زنده‌ای رو پیدا کرده و در خونش داشت بیشتر یک داستان خیالی فرض می‌شد و بعدها که این تصاویر از موجودی که اون در خونش داشت منتشر شد، اینطور استنباط شد که این موجود بقایای یک جنین نارسه که از همون ابتدا مرده بود و تامارا در توهم خودش فکر می‌کرد که اون نوزادی زنده است. اما این تنها تامارا نبود که این موجود رو زنده دیده بود. در روایتی که داریم، تامارا دست کم یک پسر داشت و عروس تامارا هر از وقت بهش سر می زد.
در یکی از ویدیوهایی که لینکشون در بخش توضیحات همین ویدیو اضافه شده، صحبت‌های عروس تامارا رو که بر حسب اتفاق اونم اسمش تاماراست داریم. درباره اینکه وقتی یک روز به دیدن تامارا رفته، اون بهش پیشنهاد کرده که با هم به نوزادش غذا بدن. اون که فکر میکرد دوباره با داستانی خیالی از طرف مادر شوهرش طرفه، به همراهش به اتاقش میره و اونجاست که موجودی ظریف و کوچک رو میبینه که در یک پارچه پیچیده شده. موجودی با اندازه‌ای به مراتب کوچکتر از یک نوزاد که چشمهایی درشت داشت و نسبت اندازه سرش به بدن به مراتب بیشتر از انسانی معمولی بود. دست و پاهایی بلند داشت و به نظر می رسید که عضو جنسی نداره و البته پلک چشم هم نداشت و می شد چشمهاش رو همیشه دید که با سرعت در کاسه سرش تکون می خوردند. وقتی تامارا بهش غذا می داد به نظر نمی رسید که دهانش تکون بخوره و بیشتر مثل این بود که غذا رو از سوراخ کوچکی که در جای دهانش بود به داخل می کشه و به سرعت می بلعدش. تامارا البته زبان بلند و بنفش اون رو هم دیده بود. اون در کنار مادر شوهرش میشینه و از نزدیک شاهد این بود که چطور این موجود زنده از دست تامارا غذا میخوره. روایت عروس تامارا از دوره بعد از اعزام اجباری اون به آسایشگاه روانی اینه که به دلیل فاصله زیاد بین خونه هاشون اون برای 3 روز از ماجرا بی خبر بود و وقتی بالاخره به خونه تامارا میره، موجودی که در خونش بود جانش رو از دست داده بود. اون که به گفته خودش از این موجود میترسید، از یکی از دوستان خانوادگی به اسم ولادیمیر نوردینوف میخواد که باهاش به خونه تامارا بره و در اونجا هم جسد موجود مرده رو به ولادیمیر میسپاره که به خاکش بسپاره، کاری که ظاهرا اون پشت گوش میندازه. چند هفته بعد از این ماجرا نوردینوف به جرم دزدیدن کابل‌های برق بازداشت میشه و افسر پلیسی به اسم ولادیمیر بندلین مسئول پروندهش میشه. روایت به نقل از بندلین اینطوره که به همراه نوردینوف به خونش میره تا کابل‌های برق دزدی رو از اونجا بردارن، ولی قبل از ترک خونه نوردینوف ازش میپرسه که آیا میخواد جسد یه فرازمینی رو بهش نشون بده یا نه. بندلین اینطور ادامه میده که به نظرش رسید نوردینوف مشکل روانی داره، ولی در کمال تعجب دید که اون بقچه پارچه کوچکی رو آورد که در داخلش جسد موجودی غریب بود با قدی نزدیک به 20 سانت و سری شبیه کلاه خود. این تصاویر رو هم که شاید در ویدیوهای مختلف دیدین، اون قبل از انتقال جسد به اداره پلیس ثبت کرده. توضیح بندلین به نقد از نوردینوف اینه که جسد رو بعد از خارج کردنش از خانه تامارا با الکل شسته و بعد زیر نور خورشید خشکش کرده. انتشار عکس‌ها و ویدیوها درباره موجود برای مدتی شهر کوچک کیشتیم رو به مرکز توجه رسانه‌ها تبدیل کرد و حتی گفته شده که خبرنگاران به کسانی که درباره ماجرا اطلاعات بیشتری داشتند مبالغ زیادی پرداخت می‌کردند. همزمان بندلین که می‌خواست درباره موجود اطلاعات بیشتری پیدا کنه، اون رو به این مرد می‌سپاره، بوریس زولوتوف، رئیس آکادمی مطالعات یوفو که چهره این شناخته شده در روسیه بود. غافل از اینکه بناست این آخرین باری باشه که چشمش به این موجود غریب میفته. زولوتوف بعد از دریافت آلیوشنکا از بندلین هیچ تماسی باهاش نمیگیره و بندلین هم هیچ وقت آلیوشنکا رو دوباره نمیبینه. کمی بعد یک خبرنگار میتونه زولوتوف رو پیدا کنه و اون در یکی از معدود مصاحبه هاش در این باره مدعی میشه که در زمان انتقال آلیوشنکا به یکی از آزمایشگاه ها در میانه راه یک یوفو در آسمان ظاهر شده، خودرو رو متوقف کرده و یک فرازمینی ازش خارج شده، آلیوشنکا رو ازشون گرفته و با خودش برده.
این ادعا عملاً به معنای این بود که بنا نیست اطلاعاتی درباره ماهیت آلیوشنکو منتشر بشه. با اینکه ادعی این روایت زولوتوف رو باور دارن و اون رو دلیلی میدونن بر اینکه آلیوشنکو موجودی غیر از انسان و البته مورد علاقه فرازمینی ها بود، این فرضیه هم مطرح شده که زولوتوف اون رو به یک مجموعه دار خصوصی فروخته و برای اینکه کسی دنبال موضوع نره مدعی شده که فرازمینی ها دزدیدنش. مخصوصا که بعد از اون زولوتوف حاضر نمیشه در هیچ مصاحبه‌ای حاضر بشه یا توضیح بیشتری درباره شیوه دزدیده شدن آلیوشنکو بده. بعد از ناپدید شدن آلیوشنکو برای مدتی از توجه رسانه‌ها و شایعات درباره این موجود کم شد تا اینکه دوباره یک خبرنگار به سراغ این روایت رفت. ودیم چرنوبروف تونست پارچه‌ای رو پیدا کنه که گفته میشد تامارا آلیوشنکو رو در اون پیچیده بود. اون پارچه رو به یه آزمایشگاه در مسکو میفرسته و اونها رد دو نمونه دی ان ای رو پیدا میکنن. یکی مربوط به یک زن که به احتمال زیاد متعلق به تامارا بود و دومی دی ان ای غریبی که ماهیتش قابل شناسایی نبود، یعنی اونها نمیدونستن که متعلق به چه موجودیه. انتشار این سری یافته تازه به موج دومی از خبرها و شایعات درباره آلیوشنکو دامن زد، ولی هیچ کس به طور قطع نمیتونه نظری در این باره بده. هرچند عده‌ای از پژوهشگران در سالهای بعد اون رو به پرونده مشابهی در شیلی ربط دادند. در سال 2003 میلادی در بیابان آتاکاما اسکلت ظریفی پیدا شد که شباهت زیادی به انسان داشت، ولی در ابعادی بسیار کوچکتر. بیابان آتاکاما از خوش‌ترین مکان‌های روی زمین حساب میشه و اینطور گفته شده که خاک این محدوده شباهت زیادی هم به مریخ داره و ازش در آزمایش‌ها و مطالعات مربوط به فعالیت‌های فضایی استفاده میشه. در زمان انتشار عکس‌های این کوتوله که آتا نامیده شده بود، بسیاری اون رو یک فرازمینی خوندند و برای کسانی که خبرهای آلیوشنکو رو دنبال کرده بودند، بخش زیادی از روایت آشنا به نظر می رسید. اما این بار این فرصت فراهم شد که روی اسکلتی که پیدا شده آزمایش‌های علمی انجام بشه و نتیجه کار برای خیلی از باورمندان به فرازمینی‌ها ناامید کننده. این اسکلت نزدیک به 15 سانت قد داشت و از جمله تفاوت‌هاش با انسان‌ها این بود که در بدنش 10 دنده داشت، در حالی که این تعداد در یک انسان معمولی 12 تاست. شکل جمجمه هم طوری بود که به نظر می‌رسید دچار نوعی عارضه بوده که به اسم تیز سری شناخته میشه. آتا تا سالها در یک مجموعه خصوصی بود و کسی بهش دسترسی نداشت تا در سال 2012 آزمایش‌هایی روش انجام شد که نشون داد در داخل جسد هنوز نشانه‌هایی از شش در ریه‌ها به جا مونده و همینطور قلب آتا سر جاش بود. آزمایش‌های دی ان ای هم نشون داد که به طور حتم این موجود انسان بود، ولی نزدیک به 9% دی ان ای با ژنوم انسان‌ها انطباق نداشت. همینطور در تست ویژه دی ان ای که جد مادری رو میشه باهاش تشخیص داد، معلوم شد که مادر آتا هم از بومیان منطقه‌ای بود که این اسکلت در اون پیدا شده، و در حالی که این فرضیه مطرح میشد که شاید اون بازمانده جنین نارسی باشه که در بیابان رها شده، بررسی‌های بیشتر نشون داد که اینطور نیست، چون آتا هم دندان داشت و هم ساختار استخوان‌هاش طوری بود که در یک بچه 6 ساله دیده میشه. اما سوال این بود که چطور یک بچه 6 ساله میتونه فقط 15 سانت قد داشته باشه؟ پرسشی که هنوز هم بی پاسخ مونده.
بحث درباره کوتوله‌های عجیب و غریب در ایران هم مطرح بوده. از جمله شایعاتی که هر از چند در زمان احداث متروی تهران منتشر می‌شد درباره اینکه تعدادی از کارگران مترو با موجوداتی با قد بسیار کوتاه روبرو شدند که به سرعت هم از دستشون فرار می‌کردند. ولی در هیچ مورد نمونه‌ای مثل آلیوشنکو در روسیه یا آتا در شیلی در دست نیست. اما این روستا یا شهر تاریخی رو داریم با نزدیک به 5-6 هزار سال قدمت که بر حسب اتفاق مشابه مورد شیلی در محدوده بیابانی در نزدیکی کویر لوت در شرق استان کرمان پیدا شده و ساختارش طوریه که به نظر میرسه ساکنانش قدی بسیار کوتاه داشتند. اما نکته اینجاست که نشانه یا ساکنان این شهر در دست نیست یا دست کم نهادهای رسمی تا کنون خبرها درباره پیدا شدن اسکلت‌های مربوط به ساکنان این منطقه را تکذیب کردند و عکس‌ها و تصاویر مرتبط را هم دستکاری شده خواندند. این موضوع هم بارها مطرح شده که این عکس‌ها مربوط به کسانیه که به دلیل بیماری‌های نادر قدشون کوتاه مونده. درباره شهر کوتوله‌های ایران که جستجو کنید به این توضیحات باستانشناسا می‌رسید که تمام نمادهای یک تمدن غنی در این محدوده دیده میشه، از کشاورزی و صنعت تا معماری پیشرفته. فضای داخل خانه‌ها هم طوریه که به نظر می‌رسه ساکنانش اونجا رو در آرامش ترک کردن چون وسایل خونه سر جای خودشون هستن و بعیده که تغییر ناگهانی مثل زلزله یا شرایط اقتصادی و اجتماعی دلیل ترک محل باشه و حتی این احتمال هم داده میشه که ساکنانش در زمان ترک اونجا امیدوار بودن که به خونه‌هاشون برگردند. اما اینکه اونها به کجا راهی شدن یا چه بر سرشون اومده پرسش‌هایی که تا امروز پاسخی براشون پیدا نشده. ولی اگه منبعی رو میشناسین که در این باره اطلاعات بیشتری داره حتما برامون در کامنت ها بنویسین که باز هم سراغ این موضوع بریم. مثل همیشه هم اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین لایک و کامنت یادتون نره.